همه ما بدون شک با کتاب سر کار داشتیم. بعضی ما بیشتر، بعضی ها کمتر، بعضی ها خیلی بیشتر. ولی سوال اینجاست که با چه کتابی بیشتر از همه سر کار داشتیم؟ بعضی ها لابد کتاب های مذهبی، بعضی ها کتاب های ادبی، بعضی ها با کتاب های علمی سر کار داشتن. اما من هرچی فکر میکنم لای چه کتابی رو بیش از همه در زندگیم باز کردم، چیزی به نظرم جز این نمیرسه. از زمان تحصیلم تا به حال همراه من هست، به قدری دست خورده که تمام عنوان کتاب و مشخصاتش روش پاک شده، ولی اگه صفحه اولش رو باز بکنیم خواهیم دید که نوشته English Persian Dictionary by S. Hain و عکس او در صفحه بعدیش هست که امضا هم کرده و این سال هاست که با من هست. البته در مدرسه ما به اشتباه یه تشدید روی اسمشون بذاشتیم، گفتیم حیم. نمیدونم چرا معلمان هیچ وقت اینو اصلاح نمی کردند و بالاخره این اواخر به لطف آشنایی با خانم اما سرشار و همچنین با مرکز اطهار شفاهی یهودیان ایرانی این تشدید مزاحم بالاخره از ذهن من پاک شد. نکته اینجاست که سلیمان حییم نه تنها ارباب معرفت و کتاب بود، بلکه ارباب تئاتر بود و اینجاست که به کار ما مربوط میشه. او از پیش از نتان کار تئاتر بود. او کسی بود که برای نخستین بار، شاید از کسانی بود که برای نخستین بار ایران و ایرانی ها رو با مفهوم درام به معنای اروپایی کلمه آشنا کرد. زمانی که نمایشنامه یوسف زلیخا چاپ شد در ایران، شاید بسیاری از ما حتی متولد نشده بودیم. اجازه بدید صفحه اول این نمایشنامه رو که در اون زمان چاپ شد برای شما بخونم. داستان یوسف زلیخا به شکل درام در 5 پرده و 24 مجلس با الحان خوش و اشعار دلکش مبنی بر تواریخ مقدسه بنی اسرائیل و اسلام و افکار عالیه شعرای نامی ایران سعدی و حافظ و فردوسی و جامی به قلم استادانه و ذوق ادبی میرزا سلیمان حییم، چاپ اول مطبعه اتحادیه تهران خیابان ناصریه 1307 هجری شمسی. داستان عبارت از این است که برادران به یوسف حسادت می‌ورزند به دلیلی که یوسف خیلی مورد علاقه پدرش حضرت یعقوب هست و بالاخره این حسادت باعث میشه که او رو به چاه بیاندازند و پیراهن خونالود او رو بیارن به حضرت یوسف و حضرت یعقوب بدن بخوام و بگن که یوسف رو گرگی در بیابان دریده. به هر ترتیب داستان این هست، ولی بعد برادرها با هم بگو مگو میکنند و به این نتیجه میرسن که بهتره ما یوسف رو از چاه در بیاریم و او رو به یک بردهداری بفروشیم، چون هم این گناه برادرکشی به عهده ما نیفته و همی که از این بابت یه پولی هم گیرمون بیاد و همین کارا میکنن. یوسف رو از چاه در میارن و به یک مالک عربی که قافله‌ای به مصر می‌برد می‌فروشن و اون مالک یوسف رو با خودش به عنوان غلام به مصر می‌بره. ما سعی کردیم حتی امکان به شیوه اجرای نمایش در زمان میرزا سلیمان خان حییم برگردیم. مثلا همون شکلی که ما اول وارد شدیم، این وضعیتی بود که در شیوه نمایشی دوران قاجاریه وجود داشت و همین شیوه منتقل شده بود به اوایل دوره پهلوی، یعنی همون آغاز کار استاد حییم. دیگر این که در نمایش های اون دوره، به خصوص دوره که حییم کار میکرد، هنوز بازیگران زن به صحنه راه نیافته بودند و پیدا کردن بازیگر زن بسیار دشوار بود و نقش زنها رو در نمایشنامه ها مردها یا پسرهای جوان عهده‌دار می‌شدند. ما سعی کردیم همین کار را هم اینجا انجام بدیم. و تنها مورد استثنایی که برای سلیمان حییم پیش آمده بود، ایشان موفق شده بود بعد از زحمات زیاد یک دختر خانومی رو برای نقش زلیخا پیدا بکنه و اون رو تعلیم بده که این خانم بعدها به نام لولتا در تئاتر ایران بلند آوازه شد که همه با او کم و بیش با داستانش آشنایی داریم و با داستانمون رو حتی با صدای خانم لورتا شروع میکنیم که از 70 سال پیش باقی مونده. لورتا
خدایا این چه تقدیر است که من دارم شب به جز از بیخوابی روز جز از بیتابی چیز دیگری به خودم سراغ ندارم از همون دفعه اول که این صورت را در خواب دیدم خیالات من زندگانی من معاشرت من با دختران درباری هم تغییر کرد اگرچه او را دو مرتبه بیشتر در خواب ندیدم ولی نفهمیدم کیست و مقصودش از پریشان کردن من چیست ای کاش یک مرتبه دیگر او را در خواب می‌دیدم است که به درب من می خرامد آه ای طلیعه نور بگو ببینم کی هستی از شناختن من چه مراد داری بانو این سومین دفعه ایست که شمایلت را به من می نمایی و صبر و هوش از من می رو بایی ولی نمی گویی کی هستی من هم نوع تو هستم من از جنس خاک و از جنس آب از نژاد آدمم تو را با آن کسی قسم که یک چنین جمال دلارایی به تو بخشیده بگو ببینم اسمت چیست اسمم عزیز مصر است مکان و معوایت کجا مکان و معوایم سرزمین مصر است آه گوش کن ای کسی که لاف عاشقی میزنی اگر مرا دوست داری مدتی به بی جفتی صبر کن و مهر و وفای مرا نگهدار تا اینکه آه چه خواب مبارکی یقین دارم که به دام عشق گرفتار شدم و دیگر هرگز مرا رهایی نخواهد بود خدای نکرده مگر کسالتی دارید نه کسالتی دارم نه قصه مال و جاه دنیا پس این پریشانی از چیست؟ اگر کسالتی نداری چرا چنین بد حالت هستی؟ آه کجا از یک گوشه خلوت تا ساعتی از سوالات این احمقان فارغ شود؟ وا؟ واقعا که؟ دایر بچه تو چیزی نگفتی؟ برای این که مثل شما احمق خوانده نشوم این چه طرز سوال کردم بود؟ شما که زن فهمیده بودی چه به ما یاد ندی که چطور حرف بزنی خواستم امتحاناً ببینم شما که همبازی زلیخا هستی میتوانی درد او را بفهمید یا خیر یا زلیخا را چشم میدادن یا او را جادو کردن عجب حرفی میزنی غیر از من و شما و آفتاب هیچ کس جمال رویت زلیخا را ندید از که به اون چشم زده باشد یقین دارم که از آثار عشق است دلش بیشک به زیر بار عشق است خب ما
پشتش باز شد. الان میگفت کسی تا حالا زلیخا رو ندیده است، حالا میگوید عاشق است. کسی رو ندیده باشد که عاشق نمی شود. همانا که طفل هستی چه اهمیتی دارد؟ اگر در بیداری کسی را در نه عاشق نشده باشد، حتما در خواب عاشق شده است. مگر من خودم درد زلیخا را بفهمم. دایه دیگر چه لوند لوند میکنی؟ از بدبختی خودم دارم شکایت میکنم که خود را در این خانه پیر کردم و حالا اولاد خودم بعضی مطالب را از من پوشیده میدارم. مقصودت چی؟ زلیخا تو میدانی که اول کسی که روی تو را دید من بودم. نافت را از مهر من بریدم. پس چرا راز دلت را از من پنهان می‌داری؟ بگو ببینم چرا آنقدر آشفته و درهم هستی؟ یقین دارم که از یک وجودی به این محنت گرفتار شد. مرا خبر ده کیست؟ اگر در آسمان باشد من او را با دعا و تسبیح پایین می‌کشم. اگر حوری یا پری باشد با افسون او را در شیشه می کنم می گذارم در پیش رویت. اگر هم از جنس آدمی زاد باشد به زودی برایت حاضر می کنم. دایه مجبورم می کنی تا حقیقت را با تو در میان گذارم، اما ابتدا بگو نوازنده من بیاید و قدر دلم را تسکین کنم. عزیز من هیچگاه از من دور نشد. اطاعت می شود خانم. امروز دست شما به کدام پرده متمایل است؟ این در مقام شکسته است خانم. به صفت دل من است. بزن. دایه از همان لحنه های شیرین قدیم است لابد می شود. فریب دادن آدمیزاد خودش را گاهی به صورت محشوب زیبا دارد. معاذالله دیو را کجا جرأت قابلیت آن است که به یک چنین صورتی را دارد؟ چرا؟ خیلی از این چیزها را از قدیم شنیده ایم. جهت جهت خانم این خوابی کج و نادرست. دایه کج با کج می آید راست با راست. من چه نادرستی کردم که باید به خواب ناراست گرفتار شدم؟ این کاریست که اتفاق افتاده و چارش منحصر است به این که خیالش را از سر بیرون کن. اگر کار به دست من بودی حرف تو درست بود، اما حرف اینجاست که تدبیر کار و اینان اختیار از دست رفته. خانم جان انشاءالله که عروسی کردی این بیتاقتی تمام خواهد شد. عروسی؟ چه میگویی؟
با کی عروسی؟ چه عرض کنم، من که نمیدانم این خواستگارها از طرف چه اشخاص پیغام میفرست. دایه از همه اطراف و اکناف برای خواستگاری آمده بودند. یکی از جانب پادشاه روم، دیگری از جانب پادشاه عمل، دیگری از یمن. هر کدام تحفه سنگینی در دست و نگین انگشتری در سلیمان. گویا تیموس به هیچ کدام از آنها تمایل نشان نداد. انتخاب تیموس شرط نیست، شوهر برای من است. انتخاب باید با من باشد. با شما هم هیچ کدام را انتخاب نکردید. دایه، آدم عاقل زوج و همسر آتیه خود را ندیده انتخاب میکنند. خانم جان، پس تمایل شما به کدام سمت است؟ دایه، مجبورم آخرین و بزرگترین اسرار خود را بشه بگیرم. من شور مصر در سر دارم و پدرم نیز از این مسئله آگاه است. زلیخا، گمان میکنم آن کسی که در خواب دیده ای عزیز مصر بوده است. آفرین به حدس تو دایه، ولی اسمش رو از کجا فهمیدی؟ از تیموس پدرتون شنیدم. چه چیزی شنیدی؟ چون اسم مصر بر زبان آوردید، من مطلب را درد کردم. چه مطلبی شنیدی؟ اگر قول میدهید دیگر اینطور بیتابه در کنید، این خبر تازه را که خیلی هم تازه است به شما خواهم. آه دایه، زود باش بگو دیگر طاقتم تا زلیخا. پدرتان به توسط سجانوس برای عزیز مصر پیغامی فرستاده. سجانوس بناس همین یکی دو روزه عازم مصر. غم انگیز بزن که غم عشقم تازه شد. اجازه ورود میفرمایید. بانوی من، خدمت رسیدم. فرمایشی بود؟ خودتو برای من معرفی میکنی؟ بنده معرفی نکردم قربان، هنوز بنده را سجانوس مینامند. فرمایشی داشتید یا خیر قربان؟ اصل مطلب را بگو. اصل مطلب را بگویم؟ بنده را سجانوس میگویند، یعنی حافظ اسرار تیموس پدر جناب عالی. میخواهید بنده اسرار را فاش کنم؟ ای وای، برای بنده خیلی خیلی اسباب ناراحتی میشود. مسئولیت دارد خانم. سجانوس جان جل، چه پیغامی برای مصر داری؟ آه پیغام؟ پیغامت را بگو. بله بله، اجازه بفرمایید که بنده پیغام را در بیارم. به طور خلاصه پیغام این است که تصویر و تعریف زیبای جمال شماست برای عزیز مصر. سجانوس. بله قربان. پیغام را باز کن. همه رو؟ چشم. اجازه بفرمایید که پیغام رو درست بخونم براتون. پدر سرکار، از سجانوس پادشاه مغرب پیغام است برای عزیز مصر سرور مصریان. مقدمه را نخون، اصل مطلب را بگو. مقدمه را نخونم؟ ای به چشم، این مقدمه را بنده نمیخونم.
عجب مقدمه. اصلا من نمیخوانم مقدمه ها رو. مقدمه رو برای چی بخونم؟ نمیخوام. عجب درد سر گیر کردیم، حوصله هم ندارن ایشون. پس بنده میرم سر اصل مطلب. اصل مطلب چنین است. از تیموز پادشاه مغرب به عزیز مصر چنین گفته شده است درباره زیبایی شما: مرا در برج عصمت آفتاب است که مه را در جگر افتاده تاب است. منظور جناب عالی هستید خوب. مرا در برج عصمت آفتاب است که مه را در جگر افتاده تاب است. ز گوهر در صدف صافی بدنتر، ز اخدر در شرف پرتو فکنتر. جز آینه کسی کم دیده رویش، به جز شانه کسی نکشوده مویش. ندیده سیب او مشاطه در مشت، ندیده سیب او مشاطه در مشت، ندیده سیب او مشاطه در مشت. نسود بر لبش نیشه کرنگ و اشت. همه شاهون هوا خواهان اویند، خراب لطف ناکامان اویند. سرافرازان ز حد روم تا شام، همه از شوق و از خون دلارام. ولی او در نیارد سر بر جز، هوای مصر در سر دارد و بعض. براه مصر چشم او سبیل است، براه مصر از چشم رو دلیل است. آخ ندانم سوی مصرش این شف چیست. به به داره اینجا. آخ ندانم سوی مصرش این شف چیست. هوا انگیز طبعش اون طرف چیست. آخ عزیز مصر جانم. اگر افتر قبول رأی آری آخ زلیخا را زلیخا را زلیخا را آخ عزیز مصر اگر افتر قبول رأی آری آخ زلیخا را فرستیمش به دانت چش شمایلی که در خواب دیدی می ارزد به این مکافات. قمار عشق هست دیگر. وقتی سجانوس از صحنه خارج شد که ملاحظه فرمودید، بلافاصله در صحنه بعدی ما زلیخا رو با دایه داخل یک خیمه میبینیم در یک صحرای نزدیک مصر. ما در صحنه بعد یک صحرا خواهیم داشت. خستگی مسافرت نیست زلیخا، انتظار وصال است که مزید بر علت شده است. دایه جانم، گمان نمی کنم هنوز بیشتر از نصف راه طی شده باشد. راست بنی مصری ها از طرف عزیز مصر به استقبال شما آمده و منزل به منزل شما را به این تجملاتی که می کنید.
به نصف رسیدم. این خیمه را شما از راه ملاحظه می کنید، اما من پر از خدام و ملازمان عزیز بود. دایی چه رو ببینم خیلی عزیز نیست، خیلی از مردم کشیشم عزیزتر است به اینجا آمده است. یا بله خود عزیزم در همه سهراز و این چادر را میبینی به این قشنگی به دستور خودم برمید. دایی جان حالا موقع آن رسیده است که ابراز دوستی و غم کنیم. چه کار کنم من؟ اطاعت خواهشی دارم از تو، خواهشی دارم از تو که این خیمه را شکافی دهید. بفرمایید نگاه کنید عزیز همین جلوست. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. وعده وز چون شود نزدیک آتش عشق تیزتر گردن. دایی جانم دیدی که چطور ناامید شدم. خانم در موقع دیدار شادی مناسبت نگریه و زاری. دایی خانم قدی آرام بگی تا بفهمم مطلب چی. این نه همان است که من در خواب دیدم، این نه آن است که به جستجویش این مهنت کشیدم، این نه آن است که عقل و هوش از من برد، دل به بیهوشیم بسپرد. دایی دیدی که چگونه به جای گنج بمار و به جای باغ به شورزار رسیدم. دایی زلیخا این بود نتیجه قماری که با عشق باختی. دایی من اون تشنه سوخته ای هستم که در بیابان از دور چشم آبی میبیند، دوان دوان نزدیک رفته اما جز زمین شور چیز دیگری نمیبیند. یا آن کشتی شکستی که در میان تلاطم امواج زورقی را میبیند که به طرفش میآید، اما وقتی نزدیک میشود میبیند نهنگی است که کامش را برای بلعیدن آن ناکام باز کرده است. زلیخا روز اول عرض نکردم خواب شما کج بوده و در خواب اساسا اعتباری نیست. دایه من به خواب خود معتقدم، زیرا آنکه در خواب به من وعده و نام و نشانی داد عزیزتر از آن است که بتوانی او را به کجی و خباست منسوب کنی. پس خانم باید صبر کنی، غیر از صبر اینجا چاره نیست. شاید اینها وسیله ای باشد برای رسیدن به مقصود. دانشمندان میگویند در بیابان عمل صبر است دار، کس بدون صبر کی یابد مراد. شما نمیدانید علت این که عزیز مصر مرا احضار نموده چی؟ گمان کنم راجع به غلامیست که همراه خود به مصر آورده ایم. ولی عزیز از کجا ورود من و غلام را ملتفت شد؟ همان روز اول که شما با غلام وارد مصر شدید، هم همه زیبایی غلام در همه ملک مصر منتشر شد. دیروز که غلام در رود نیل استحمام می کرد خلق کثیری بر سر او انبوه بودن. بر سر او انبوه بودن؟ بله. عزیز مصر کجاست؟
مالک زهر کجا؟ اینجا از قربان مالک زهر شما هستی؟ بله قربان. چند روز از وارد مصر شده ای؟ چند روز است؟ فقط چند روز است. اسمان غلام عبرانی که همراه خود به مصر آورده ای چیست؟ قربان اسمش یوسف است، ولی من او را غلام نمی بینم، او جای پسر من است قربان. خب حالا کجاست این غلام که جای پسر تو است؟ حقیقتا قربان عرض بشود که من او را در منزل گذاردم قدری از خستگی طریق استراحت کنم، ولی اگر وجودش لازم باشد من همین دقیقه او را به شرفیابی حاضر خواهم کرد قربان. خیلی لازم نیست، اما همینقدر بدان که فرعون پادشاه مصر خبر ورود شما را با آن غلام عبرانی شنیده و وصف نیکویی غلام را برایش گفتند. از این جهت امر فرموده که او را به دربار سلطانی برده به معرض مزایده و نمایش بگذارند. میخوام. ممکن است بفرمایید فرعون وصف شمایل غلام را چه قسم تلقی فرمود؟ مالک، خاک مصر بوستان جمال است و از گلهایی که در آن بوستان پیدا میشوند بهتر محال است. نه فقط به فرعون، بلکه من نیز از این وصفی که در باره این غلام شنیدم تردید دارم. خب حال که تردید فرمودید هیچ لزومی ندارد پادشاه او را ببیند، زیرا در حقیقت نه مایل و نه محتاج به فروش او هستم. آیا به فرعون و عزیزش جسارت میکنم؟ کیست که تو را یک چنین جرأتی داده؟ قربان شاید تصور فرمودند خانزاد این سفر هم مانند سنوات پیش یک غلام حبشی آوردن. غلام حبشی؟ این چه مزخرفات که میگویی؟ غلامی که از کنعان آورده ای را میگویم. صحیح. حقیقتا قربان من سنوات بسیار است که در کل عالم و در جمیع طوایف بنی آدم سیاحت میکنم و تجارت دارم و تا یومنا هازا جمالی به این خوبی و وجودی به این پاکیزگی ندیدم. میخواهند او را به مزایده بفروشد قربان. همین است که گفتم، حکم پادشاه مصر است و باید اجرا شود. پیش از این جدال مکن. نگاه کن، سه روز دیگر باید یوسف در جلو دربار در آن میدان بزرگ حاضر شد. حاضر میشود قربان. دست رو بگو. استغفر الله از سفری که این دفعه کردم و غلامی که به مصر آوردم. چرا متفکر هستی؟ میترسی غلام را به قیمت خوب نخرند؟ خیر، ولی میدانم به هر قیمت که بخرند مرا مغبون خواهند ساخت. هیچ واهمه نکن، این کار تماما به دست من است. اگر 1000 درهم به من بدهی خودم منادی خواهم شد غلام را به همین عزیز که تردید در جمال او داشت به بالاترین قیمتی خواهم فروخت. این عزیز ثروتش در همه ملک مصر مشهور است. چگونه او را به قیمت خواهی فروخت؟ آن هم به عزیز مصر؟ قول بده 1000 درهم خواهی داد تا سر قضیه را به تو معلوم کنم. قول دادم علالله. بسیار. خود این عزیز مصر خواجه است. جمال خوب را از بد قطعا نمیتواند تشخیص داد، ولی به تازگی زنی را اختیار کرده که هم صاحب ثروت است هم دارای وجاهت است. من غلام را محرمانه میبرم به بانو اطلاع خواهم داد که در پای مزایده حاضر شده جمال غلام را ببیند.
دیگر چقدر او را میخرد خدا میداند. اما مطلبی که در خصوص عزیز گفتم احدی نمیداند، مبادا جایی ابراز کنی. اطمینان داشته باش، اطمینان داشته باش. خدا حافظ. فردا صبح زود یک سری به من بزن. حتما، حتما، حتما. نمیدانم آمد داستان کجا بود. در عبد یوسف خدمت را بکند، زلیخا خدمت یوسف را میکند. اما حقیقتاً هیچ معجزه‌ای بالاتر از این در دنیا اتفاق نیفتاده است. آدم یک کسی را که هرگز ندیده در خواب ببیند، عاشق خیالی بشود، از ملک و وطن خود دنبال این آدم خیالی برود و خود را به قربت بیندازد، آن وقت آدم خیالی معشوق حقیقی از آب در بیاید. خیلی مطلب است. نه والا قربان اقبال بروم. افسوس در جوانی هیچ نفهمیدم و عمر گذشت. خب از همه اینا گذشته، عاقبت تکلیف این عشق و عاشقی چیست؟ فلحال که خانوم از من خواسته است که پیام عشقشان را به یوسف برسانم تا ببینیم چه می شود. دارد می آید. یوسف، از خانم بزرگوارم نور چشم عزیز مصر برای تو پیغامی دارم. چه پیغامی داری؟ زود برسان و برو. عجب، گویا اساساً از جنس زن متنفر است. آیا اینقدر فرصت نمیدهی که پیغام زلیخا را به شما برسانم؟ گفتم پیغام را برسان و برو. یوسف، زلیخا اگرچه خود به جمال آراسته و زیباست، ولی به دام عشق تو مبتلاست. در طفولیت سه بار جمال تو را در خواب دیده و غم عشق تو را در دل گرفته است. اکنون هم از فراق شما شب و روز ندارد. خب چه باید تا بکنم؟ چه می شود اگر رضا دهی تا لحظه‌ای سر در قدمت بگذارم؟ دایه، این چه حرفیست که نسبت به زلیخا با آن عزیزی و بزرگواری می زنی؟ شک نیست زلیخا عزیز است، ولی در هوس دارد با چندان عزیزی کند پیش کنیزانت کنیزی. مقصودت چیز دایه؟ چه می شود اگر بگذاری از باغت میوهی بکن و از لب للا لب للا کامی بکن؟ دای من غلام در خرید زلیخا هستم و سر به فرمان او گذارده همه قسم در خدمت گذاری و جانفشانی او حاضرم. اما دای رو بگو هرگز راضی نشود که سر از فرمان خداوند برپیچم. یوسف، بدان که این عشق از آسمان برای زلیخا مقدر شده است. علت عاشق ز علتها جداست. عشق اسطولاب اسرار خداست. دای عزیز مصر، مرا امین خانه خود دانست.
چگونه میتوانم به او خیانت ورزم؟ خیانت متوجه زلیخا میشود. اگرچه موقع طرفین به این امر راضی باشن، خیانتی در کار نیست. خالق طرفین راضی نیست و وجدان سرزنش میکند. برو دایه، برو برو. تو به این منطق غلط نمیتوانی مرا به زناکاری ترغیب نمایی. برو دایه، برو. این مرغ وحشی رو رام کردی یا پی؟ خانم جون، خانم جون، رام شدن او بسته است به اینکه در دام عشق شما گرفتار شود. حالا قدری زود بود مطلب رو به او آشکار کردیم. با کمی معاشرت خودش کم کم عاشق شما خواهد شد. ولی تا او رام شود دل من هم تمام شده است. دایه برو بیرون و یوسف را بفرست. شما را متفکر و پریشان می‌بینم. ای مونس جان، ای درد جهان، درد می‌دهی و درمان نمی‌کنی، دل می‌بری و دلجویی نمی‌کنی. عزیز مصر، همه قسم و سایل راحتی را برای شما فراهم نموده و مرا هم در خدمت شما گذارده است. درد برای چیست؟ ولی چه فایده که عزیز مصر نمی‌تواند مراد مرا حاصل نماید. این چه فرمایشی است خانم؟ او را عزیز مصر نامیدند. چه کاری است که او نتواند انجام دهد؟ شب و روز در فکر او نباشم، ناخلف هستم. تو که میدانی امروز ثروت مرا هیچ یک از امثال من ندارند. اگر بخواهم امر دهد پدرت را جستجو کرده به اینجا بیاورد، برای من ممکن است. این فراغ از آسمان است، این فراغ از آسمان است، نیز جور مردمان است، وصل ما هم از خدا بودان، چه به دست و صحبت ناتمام ماند. دایه، این چه طالع سرنگونی است که من دارم؟ سلیخا چرا گریه میکنی؟ دایه چه خبر است؟ خواب هولناکی دیدی که از نظرش رفته است. عجب، شما اینجا هستید و خانمتان گریه می کنه؟
حالا حالا گفتم کلانگر کاظم کلوخ زرندود است و درویش فوله شاهد خاکانی. حقیقتا این غلام کنانی هم شاهد خاکانی است و هم شاهد این کلاش. باید قدر او را دانست و به او محبت. البته البته فردا به مهمانی دعوت کردم تا او را ببینم و با غلامان صاحب جمال فرعون مقایسه کنم. من خودم یوسف خودش وسائل این مهمانی را فراهم کنم. فقط یک غلام است. امر دادم تا همه بزرگان در خدمت و اطاعت او باشند. انشاءالله خانم از فرستادن نوازندگان دایی من هم دلم میخواهد خانم های مصری را دعوت کنم تا از نزدیک جمال آفتاب مثال یوسف را ببینند و دیگر مرا ملامت نکنند. کاری ندارد، یک مهمانی درست بکنم که یوسف برای عزیز مصر نتواند بکنم. دایه جان، خیلی ادعای زرنگی میکنی، اما هنوز یک علاج صحیحی برای درد من پیدا نکردی. زلیخا، یک تدبیری به خاطرم رسیده که چندیش در فکر آن هستم. بلی بلی چه؟ چرا حرفت رو قهر کردی؟ اگر چی میدانم شما که از پول دریغ ندارید. پول میخواهد؟ بله میخواهد. یک شطر زر و سیم لازم دارد. دایه جانم، تو خودت میدانی پول در نزد من ارزشی ندارد، ولی بگو ببینم برای چه میخواهد؟ مختصرش این است که یک عمارت عجیب و غریبی میخواهم بنا کنم. تفصیل آن را بعدا به حضور شما میرسد. موضوعی هست که خیال بکنم برای بعضی از دوستان روشن نشده، اونم نسخه‌های نوشته شده است که در دست بازیگرها می‌بینید. این روش در شبیخانی مرسوم بود، چون بازیگرها حرفه‌ای نبودن، شغل اصلیشون بازیگری نبود و وقت کافی برای تمرین نداشتن. نقش هر کسی را جداگانه در نسخه می‌نوشتن و او در کف دستش می‌گذاشت. اگر حفظ بود نقش خودشون که چه بهتر، و اگر نبود می‌تونست به اون نسخه‌ها نگاه بکنه و در صورت لزوم از اونها استفاده بکنه. نقشش از روی اون پیش. تماماً نقاشیست، صنعت دست نقاشان مصریست. به هر طرف نگاه کنید تصویر یوسف از زلیخا. در، دیوار، پنجره، کف، سقف، تمام مزین از شمایل شماست با یوسف. در یکی یوسف از لعل شیرین خود شما را بوسه نماید و در جای دیگر شما از لبهای نمکین خود او را بوسه می دهید. در یک جا او دست در کمر شما آویخته و در جای دیگر بالعکس همینطور. باز در یک جای دیگر هر دو مانند لام و الف یک دیگر را تنگ در آغوش گرفته ای و قصد الهازا. با این ترتیب خانم، هر جوان سخت پی و سنگدلی هم باشد آب در دهنش جمع می شود. وقتی که چشمش به این تصاویر بیفتد قصد الهازا. دایه، نقشه تو ظاهراً خوب به نظر میرسد، امیدوارم تو را روسفید و مرا برخوردار نماید. حالا برو و یوسف را بفرست اینجا. یوسف
آه چه صحنه های زیبایی، اما افسوس که همه نقاشی است و حقیقت ندارد. اما افسوس که میدانم بالاخره یک روز مایوس و ناامید خواهم شد. اصلا از روز ازل سرنوشت من ناامیدی بود. تا به کی گریه میکنید یوسف؟ جنون غمز زاده. تو را با آن کسی که خودت میپرستی قسم که کار را امروز از این که هست بر من تنگ تر مکن و دست از دامن عصمتم بردار. زلیخا، اگر امروز دست از سرم برداری و مرا از این جای خلوت بیرون کنی، خداوند خودش تو را کامروا خواهد کرد. چه میگویی به شخص تشنهی که کنار آب نشسته است؟ میگویی این زمان بگذار تا وقت دیگر؟ من نمیدانم مانع تو در این کار چیست. مانع من؟ مانع من؟ مانع من دو چیز است: عطاب خداوندی و قهر عزیز. عزیز را اسم بردی؟ عزیز را اسم بردی؟ وح که اگر عزیز بخواهد در وصال من و تو تعرض یا دخالت نماید، جامی به امیدم که تا ابد روز قیامت سر بلند نکنم. دیگران که تو میگویی خدای ما کریم است و بر گناهکاران رحیم، تو که میدانی ثروت من را امروز هیچ یک از امثال من ندارند، همه را بهر گناه تو فدا میکنم. این که در خصوص عزیز مصر میفرمایید چیز که در خصوص عزیز مصر می‌فرمایید، من آن نیستم که کامروای خود را در اذیت کسی ببینم، به خصوص کسی که ولی نعمت من باشد. دیگر آن که خدای ما خدایی نیست که با رشوه گناه مردم را بیامرزد. یوسف، دلم گرفت از بس که بهانه بر سر بهانه میآوری. زبان بربند زین خرافات، بجنب از جا که فی تأخیر آفات. یوسف، اگر جوابم را ندهی خودم را میکشم تا از دست بهانه های تو خلاصی یابم.
آن وقت وقتی عزیز جسد مرا در کنار تو کشته ببیند از چشم تو خواهد دید. به هر جهت شاید بعد از مردن جانم با جان تو در عالم ابدیت به هم آمیزد. زلیخا دست از این تندی بردار. اگر ادعای محبت میکنی چطور راضی میشوی که مرا هم به خاطر تو بکشن؟ حجت را نیکو آوردی، ولی افسوس که من دیگر نمیتوانم بیش از این تعقل بکنم. حالا بیا و مرا از نو زندگانی ده. بدون یک سوال از تو دارم. زود باش بپرس. پشت آن پرده بزرگ که اینجا آویزان است چیست و درون آن چیست؟ پشت آن پرده بوتیست که شب و روز آن را میپرستم و آن را پشت پرده گذاشتم تا گناهان مرا نبیند، زیرا از گناهانم شرم دارم. که تو از چیزهای سرد و مرد شرم داری، من چگونه از خدای زنده و دانا شرم نکنم؟ یوسف که سیده به خوبی را از نشون را بردم و از دستم رفت. زلیخا چه کار کردی؟ یوسف را چرا فراری دادی؟ دایه زود باش بگو ببینم یوسف که آمد بیرون کسی دم در ایستاده بود یا خیر؟ بله عزیز، اتفاقا دم در ایستاده بود که یوسف آمد بیرون. یقینا یوسف مطلب را به او گفته است. دایه چه کنم؟ دایه زود باش بگو چه کنم. یقینا الان با هم خواهند آمد اینجا. یا دایه بگو، بیچاره شدم. دایه چه کنم؟ راه چاره در این است که بگویید من خوابیده بودم. یوسف خواست با من جسارت و نسبت به اسمتم خیانت کند که از خواب بیدار شدم و او فرار کرد. چون خواستم او را بگیرم دامنش هم پاره شد. آن وقت این پیراهن را شاهد قضیه قرار دادید. بسیار خوب دایه، موقع شهادت مرتفق باش. چه خبر است اینجا؟ دایه برو بیرون. زلیخا چه واقعی اتفاق افتاده است؟ عزیز جانم، واقعا این غلام را برای رسوا کردن من خریداری نموده ای؟ یوسف را میگویی؟ مگر او نبود که فرشته اش میخواندی؟ یوسف چه گستاخی کرده است؟ من خوابیده بودم. او که ناگاه مانند دزدان بر بالینم حاضر شد تا گنج اسمتم را به سرقت برد. ناگهان از خواب جستم، خواستم او را بگیرم. پا به فرار گذاشت و فرار کرد و پیراهنش در دستم ماند. آری این پیراهن بهترین گواه اظهارات من است. یوسف عجب در خانواده من امکان تو به فرزندی انتخاب کردم. حرم خیش محرم کردم. آن وقت اینطور ناسپاسی میکنی؟ ای عزیز، من در تحت اختیار تو هستم، اما تحقیق نکرده اظهارات این خانم را باور مکن. اوز که از وقتی مرا دیده درست، ولی من هرگز
چشم بد بر او نگشوده و از خان وصل او طمعی نداشتم. داشتم؟ نداشتم. خب پس واقعی امروز چه بوده است؟ امروز نیز مانند هر روز مرا به این خلوتگاه مرا به این جایگاه خلوت آورده و تمنای وصال نمود. ناگزیر از فرار شدم. دامنم را از پشت سر پاره کرد. این از شهر ماجرا. و اگر باور نداری بسم الله هر چی میخوایی بکن. به فرق فرعون مصر، به اقبال عزیز، به تمام خدایان مصر سوگن، مطلب به همون قراری بود که گفتم. سرهنگ عزیز جنگر سرهنگ بی بالا. یوسف را به زندان ببر و او را زج بده. ای بیاف جلو. یوسف زبانم بریده باد که برای تو حبس آرزو کردم. آه ای سرهنگ بیرم، او را به زندان میفکن و اگر میفکنی او را در زنجیر و گل منه که آن برگ گل طاقت آن زنجیر و گل ندارد. آه یوسف زبانم بریده با روزی چون سرس تردی نانه من بود کنی داستان غم تنها نگه من بود کنی. Oh,